سلام علیکم، پیمان کشاورز سطر، مدرسه درس عربی، مدرسه مجازی روشنگر و عربی دهم، درس دوم، بخش دوم. درس دوم که ترتیبش معلومه، بخش دوم یا این چی؟ یعنی من میخوام به شما قواعد رو یاد بدم. قواعد مخصوص درس دوم. تو درس اول ما قواعد خیلی مشخصی نداشتیم، چون قواعد در واقع یادآوری و تکرار خدمتتون عرض شود که دوره اول بود، هفتم هشتم نهم بود. ولی اینجا قراره که قواعد جدید یاد بگیریم. مربوط به عدد هست، یه کمی خیلی خیلی کم اشاراتی شده در دوره اول، ولی خب اینجا میخوایم کامل و مفصل راجع بهش صحبت کنیم، مفصل‌تر از اون چیزی که کتاب راجع بهش صحبت کرده، و نهایتاً یه دونه خودآزمایی هم داره که با هم دیگه حل می‌کنیم. در بخش سوم مسلما میایم سراغ خدمتتون عرض شود که تمرینات، حل تمرینات. بریم سراغ قواعد، و مبحث قواعدی ما راجع به عدد هست. عددها بچه‌ها دو بخشن، یکی عدد عدد ترتیبی و یکی عدد عدد اصلی هستش. عدد ترتیبی یعنی ترتیب و جایگاه و مرتبه رو داره مشخص میکنه. یعنی اگر من میگم کلاس دهم، کلاس دهم یک کلاسه، ولی مرتبه و جایگاهش بعد از نهمه. کلاس دوازدهم یک کلاسه، مرتبه و جایگاهش بعد از یازدهم و قبل از سیزدهمه مثلا. خب ولی اگر مثلا میگم 10 تا کلاس، تعدادش میشه 10 تا، این میشه عدد اصلی. اگر میگم 12 تا کلاس، تعدادش میشه 12 تا، این میشه عدد اصلی. بیا از عدد ترتیبی شروع کنیم. میگه در تمام بخش‌های عربی از جمله ترجمه، عدد نقش مهمی را ایفا میکنند، هرچند که اعداد تقسیم بندی متفاوتی دارند، اما در اینجا تنها به دو دسته از آنها اشاره میشوند که عبارتند از عدد ترتیبی و عدد اصلی. آقا به جز عدد ترتیبی اصلی مثلا چه چیزهای دیگه وجود داره؟ مثلا عدد کسری، 2/5، 3/4، 7/6 مثلا، اینا میشه عدد کسری. یا اونایی که مثلا با یه چه میدونم صورت یک و مخرج های متفاوت، سلس، روب، خمس، اینا مثلا وجود دارن، عدد کسری هم دیگه، نصف عدد کسری دیگه. یا عدد توزیع، 2 تا 2 تا 4 تا 4 تا 6 تا 6 تا 5 تا 5 تا. ولی ما از بین اینها فقط میخوایم عدد ترتیبی و عدد اصلی رو بگیم. کامل کامل هم کتاب توضیح نداده، ما تقریبا سعی میکنیم که کامل راجع به صحبت بکنیم. میگه اسمی که همراه با عدد میاد، اسمی که همراه با عدد داره میاد، اسمشو میذاریم معدود. حالا این اسمه میتونه قبل از عدد بیاد، این اسمه میتونه بعد از عدد بیاد. پس من عدد رو دارم، همراه با یه اسمی دارم، اسم قبل عدد داره میاد یا اسم بعد عدد داره میاد، در هر صورت من بهش میگم چی؟ معدود. اسمی که همراه با عدد میاد و تعداد یا مرتبه آن را مشخص میکند. تعداد رو مشخص کنه میشه عدد اصلی، مرتبه رو مشخص کنه میشه عدد ترتیبی، بهش میگه معدود. اسمی که همراه با عدد میاد و تعداد یا مرتبهش رو مشخص میکنه معدود نامیده میشه. در یک جمله ابتدا معدود میاد و سپس عدد ترتیبی. میگه آقا فرق میکنه که من نگفتی بعضی وقتا اول میاد بعضی وقتا دوم میاد؟ آره، ولی اگر عدد شما عدد ترتیبی باشد، اول معدود میاد اسمه، بعد عدد داره میاد. درسته؟ این حواست باشه، اول معدود اسمه، بعد عدد. یادت میره عنوانهای درس ها رو یادت بیاد؟ الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث. درسته؟ پس اینا همشون چی هستن؟ اول معدوده میاد، بعد عدد میاد. از روی میتونیم تشخیص بدیم و یادمونم بمونه. هم عدد و هم معدود هر دوتا باید ال داشته باشن. الدرس الثانی، هر دوتا ال دارن. هم عدد و معدود هر دوتا باید مفرد باشن. الدرس الثانی، هر دوتا مفردن. هم عدد و معدود از جهت جنس، از جهت مذکر و مؤنث باید از هم دیگه تبعیت کنن. الدرس مذکر است، پس از ثانی مؤنث مذکر است. پس اگر ولی مثلا اگر میخواستم بگم درخت مثلا چهارم، بعد میگفتم از شجرت رابعتو. درسته؟ اگر مؤنثه مؤنث باید استفاده بشه، و همینطور نشانه اعرابیشون هم باید یکسان باشه. اگر میگم از درسو، میگم از ثانیو، از ثالثو، از رابعو. اگر میگم از شجرت، میگم از رابعت، میگم از خامست، از سادست. پس این حرکت هم باید چی باشه؟ یکسان باشه. یه خود میخواد راجب اینا حرف بزنیم، چرا باید ال داشته باشن؟ چون معرفه است دیگه، مشخصه. وقتی من میگم کتاب دوم، میشناسم کدوم کتابه.
درسته بشه که نکره نمیتونه باشه. چرا باید مفرد باشن؟ چون گفتم که اگر شما بگید دانش آموز 2374 روم، یه دانش آموزه، جایگاهش مرتبهش 2374 رومه، تعدادش که نیستش که، پس یکیه. چرا گفتی مجرد جنس باید تبعیت کن؟ چون مثل صفت موصوفه. چرا میگه مجرد اعراب باید تبعیت کن؟ چون مثل صفت موصوفه. پس اینا بعد از جهت اعراب، از جهت نشانه، از جهت در واقع جنس هم از همدیگه چیکار کنن؟ تبعیت کنن. پس اگر من یه عدد ترتیبی دارم میخواد با یه اسم کار بره، یک اول اسم بعد عدد، معدود عدد، دو هر دوتا عل دارن، هر دوتا مفردن، عجل جنس تابع هم دیگه هستن و عجل اعراب هم تابع هم دیگه هستن. مهمترینش اینه که شما همین تو ذهنت باشه، عدس و سالس و همش مثل هم دیگه میشه. اما اونایی که به اون دسته از اعداد که تعداد معدود رو مشخص میکنن، عدد اصلی میگیم. بیام این رنگش هم عوض کنیم اینجا، مثلا این رنگ تعداد معدود رو داره مشخص میکنه، میگیم عدد اصلی. اون بالا گفتیم تعداد یا مرتبه رو مشخص میکنه، تعداد واسه عدد اصلیه، مرتبه واسه عدد ترتیبی هستش. حالا این عدد از جهت نوع همراهی با معدود، جنس، تعداد و اعراب ویژگی های متفاوتی دارن که تو دستای مختلف قرار میگیرن. یعنی یک و دو یه سری ویژگی هایی دارن، سه تا ده یه سری ویژگی هایی داره، یازده و دوازده یه سری ویژگی هایی دارن، سیزده تا نوزده یه سری ویژگی داره، اعداد عقود 20 30 40 50 60 70 80 90 یه سری ویژگی دارن. بینشون که اینا با و دارن میان، بهشون میگیم اعداد معطوف، یه سری ویژگی دارن که با و میان، مثلا میگم 21، درسته؟ 100 و بالاتر هم یه سری ویژگی های خودشون دارن. خیلی اینجا مفصل نمیخوایم راجع به صحبت کنیم، یه سریش رو راجع به صحبت میکنیم، یه سری تو تمرین ها داریم نکاتش رو یادآوری میکنیم. پس اینا میگیم این عدد از جهت نوع همراهی با معدود، که یعنی اسم قبل بیاد یا بعد بیاد، از جهت جنس، از جهت تعداد، از جهت اعراب ویژگیاش متفاوته، بسیده داره کدوم عدد باشه. و این ویژگی متفاوت ما رو بدان میداره که آنها را دستبندی کنیم، که دستبندیش رو همین الان راجبش گفتم بهتون. خب بریم سراغ اعداد ترتیب از یکم تا بیستم به شکل مؤنث و مذکر عبارتند است. اول این اعداد ترتیب رو ببینیم چیا هستن، بعد دیگه میریم سراغ اعداد اصلی رو تقسیم بندی میکنیم و راجع به ویژگی‌هاش داریم صحبت میکنیم. آقا اعداد ترتیب یکم گفته اول و اولا. یاد بگیر که آقا اعدادهای ترتیب همشون بر وزن فاعلن، مثلا ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، همشون همین شکلی هم. خب بجز یکم، بجز یکم، یعنی اصلا شما اگر بر وزن فاعل بگیری مثلا واحد و واحدت میشه عدد اصلی یک، یکم میخوای بگی میشه اول و اولا، که اتفاقا ما اول در فارسی هم استفاده میکنیم. پس الاول میشه یکم برای مذکر، الاولا میشه یکم برای مؤنث، دوم الثانی الثانیه میشه دوم، یه ثانی اگه شما این ایش و ای بگیری میشه بر وزن فاعل، سوم الثالث الثالثه، بریم چهارم الرابع الرابعه، پنجم الخامس الخامسه، ششم السادس السادسه، هفتم السابع السابعه، هشتم الثامن الثامنه، نهم التاسع التاسعه، دهم العاشر العاشره. تا اینجا همه بر وزن فاعل بودن. رسیدیم به یازدهم الهادی عشر الهادیه عشره. در واقع بخش اولش رو بر وزن فاعل میاریم، هادی بر وزن فاعل که شده هادیت، بعد اون عشره میاریم دیگه، عاشر دیگه استفاده نمی کنیم. دوازدهم الثانی عشر الثانیه عشره. دقیقا کن دوتاشون هم مؤنث میشن، اونو که دو بخشی هست. سیزدهم الثالث عشر الثالث عشره. چهاردهم الرابع عشر الرابع عشره. پانزدهم الخامس عشر الخامس عشره. شانزدهم السادس عشر السادس عشره. هفدهم السابع عشر السابع عشره. هجدهم الثامن عشر الثامن عشره. نوزدهم التاسع عشر التاسع عشره. و بیستم رو دقت کن، العشرون و العشرین، که تمام اعداد عقود همین شکلی هستن، یعنی بیستم، سیوم، چهلوم، پنجاهم، شستوم، هفتادوم، هشتادوم و نودوم، اینا که مضرب ده هستن و کوچکتر از صد، به اینا میگیم عقود. خب اینا در واقع عشرون و عشرین
دو تا داستان داره. یکی این که برای عددهای ترتیب اصلی یکسان داره استفاده میشه، دو برای مذکر و مؤنث یکسان داره استفاده میشه. پس آقا فرقش چیه اشرون با اشرین؟ فرقش اینه که برای بعضی از جملات اشرون میاد به خاطر نقشه که دارم میگیرم، برای بعضی از جملات اشرین میاد برای نقشه که دارم میگیرم. الاشرون دسته مرفوعی و الاشرین دسته منصوبی و مجروری هستش. منتها وقتی ال داره من میفهمم که این عدد اصلی نیست، ترتیبیه، چون عدد ترتیبی ال داشت قطعا دیگه. خب و شما اون عمر رو استفاده میکنی، 20م 30م 40م 50م 60م 70م الی آخر، و اینجا میتونی بقیه‌اش هم همینجوری بگی دیگه. مثلا 30م از 30 از 30، 40م رو میشناسی، الاربعون الاربعین. هم چهل میتونه باشه وقتی با اله، هم میتونه چهل باشه اگر بدون ال باشه. بریم سراغ عددهای اصلیمون. آقا عددهای اصلیمون میایم سراغ این که تقسیم بندی میکنیم. اول یک و دو شروع میکنیم، یک و دو رو شروع کنیم چی هستش، بعد تقسیم بندی های دیگر رو داریم که تو عدد اصلی داریم. میگه ویژگی عدد یک و دو مثل همه، پس اینا توی یه دسته قرار میدیم. عدد یک و دو ویژگیاش مثل همدیگه استفاده میشه، عدد یک و دو. خب میگه این دوتا عدد مثل عدد ترتیبی از هر جهت مثل صفت یا نعت از معدود دارن چیکار میکنن؟ تبعیت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگر مذکر باشه اون عدد معدود من، یک و دوی منم باید مذکر بیاد، مؤنث باشه باید مؤنث بیاد، از نظر اعرابی مرفوع منصوب مجرور ا ا او باید به همون شکل باشن و ویژگی های دیگه شون. خب چرا باید تاکید داره استفاده میشه؟ بیا راجع به این داستان صحبت کنیم. چرا باید تأکید داره استفاده میشه عدد یک و دو؟ چون اگر شما یه اسم مفرد داشته باشین که خب خودش یکیه دیگه، احتیاج نیست که من عدد یک رو استفاده کنم. اگر شما یه اسم مستند داشته باشین خب خودش دو تاست دیگه، احتیاج نداره من عدد دو رو استفاده کنم. اگر برای یک اسم مفرد که یه دونه رو داره نشون میده من عدد یک رو به کار ببرم، اگر برای یک اسم مستند که داره دو رو نشون میده من عدد دو رو به کار ببرم، در واقع چه اتفاقی افتاده؟ در واقع من دارم تأکید رو یکی بودن و دوتا بودنش میکنم. و اینجاست که میگم مثل عدد ترتیبی اینا باید بعد از معدود بیان. این عدد داره بعد از معدود میاد چون باید تأکیده، وگرنه شما از عدد 3 تا بی نهایت واسه عدد اصلی که داری میرین همیشه اول عدد میاد بعد معدود میاد. فقط یک و دو هستش که داره بعدش میاد عدد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اون عددم نیاد، یه دونه بودن و دوتا بودنش چیه؟ مشخصه، احتیاجی که دوباره شما یک و دو رو مشخص کنید که بفهمید یکی از یه دوتا هست. مفرده پس یکیه، مثناست پس دوتاست، اون وقت یک و دو رو شما دارین بعدش دارین استفاده میکنین. عدد یک واحد و واحدت هست، یادت گفتم بر وزن فاعل اگر باشه واسه یک یکم دیگه نمیشه، میشه یک عدد اصلی. اینا اینه واحد و واحدت هست برای عدد یک و دو، اسنان و اسنین برای مذکرش و اسنتان و اسنتای برای مؤنثش. مثل همون اشرون و اشرین بودش که بسیاری به جایگاهش تو جمله داشت، اسنان و اسنین و اسنتان و اسنتای هم همینطوره. همون نشانه های مثناست، توی سری از جملات آنه میاد، توی سری از جملات عینه میاد. اگر من خارج از جمله میخوام فقط یه ترکیب استفاده کنم، دو تا مثلا کتاب، دو تا مدرسه، اون وقت شما چه اسنان چه اسنین بیارین اگر مذکر باشه، چه اسنتان چه اسنتین بیارین اگر مؤنث باشه، فرقی نمیکنه. اما عدد 3 تا 10 بیشتر این جنبه سوالات مال عدد 3 تا 10 حواست باشه، چون ویژگیاش خیلی متفاوت میشه. میگه عدد 3 تا 10 ویژگی یکسان دارن، یعنی من عدد 3 تا 10 رو تو یک دسته دارم قرار میدم. این اعداد قبل از معدود میان، نه تنها 3 تا 10، 3 تا بی‌نهایت همیشه قبل از معدود دارن میان. یک و دو هستش که در واقع داستان داره که بعد بعدش بیاد. و جهت جنس عکس چی هستن؟ معدود به کار میرن. یعنی چی عدد جنس عکس معدود به کار میرن؟ یعنی اگر من یه عددی یه اسمی داشته باشم مثل شجرت که مؤنثه، مثل مدرسه که مؤنثه، اگر عدد 3 تا 10 میخوام استفاده کنم عدد مذکر استفاده میکنم چون مؤنثه. اگر یه معدود داشته باشم مثل کتاب که مذکره، مثل معلم که مذکره، 3 تا 10 میخوام بکارم بعد مؤنث به کار ببرم چون معدود من چیه؟ مذکره. حواستون به این داستان باشه. یعنی برای یک اسم مذکر عدد مؤنث میارم، برای یک اسم مؤنث عدد مذکر دارم میارم.
حواسم به این داستان باشه. اینا بعد چی باشن؟ بعد برعکس باشن. و معدودشون هم که همیشه جمع و مجرور، هیچ ربطی هم به هیچ جمله‌ای نداره. معدود همیشه جمع و مجرور داره میاد. حالا خود عددا رو می‌خوام بشیم. 3 ثلاثه و ثلاثت، 4 اربعه و اربعت، 5 خمسه و خمست، 6 سته و ستت، 7 سبعه و سبعت، 8 ثمانیه و ثمانیه، 9 تسعه و تسعت، 10 عشره و عشرت. این هم شد عدد 3 تا 10. دوباره 11 و 12 ویژگی های یکسان دارن. عدد 11 و 12 یعنی 11 و 12 تو یک گروه در قرار میگیره. تو عدد اصلی 1 و 2 رو جدا کردیم، 3 تا 10 رو جدا کردیم، 11 و 12 هم داریم جدا میکنیم. مثالش هم میبینیم با هم دیگه. 11 و 12 تو یک گروه داره قرار میگیره. خب میگه این اعداد قبل از معدود میان. آقا نه تنها 11 و 12، از 3 تا بی‌نهایت قبل از معدود میان. فقط 1 و 2 عدد اصلی است که بعد میاد و البته عددهای ترتیبی. خب اجهت جنس تابع معدودن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه عدد 11 و 12 رو برای یه اسمی داری استفاده میکنی که مذکره، شکل مذکرش رو به کار میبری. 11 و 12 رو برای یه اسمی داری استفاده میکنی که مؤنثه، شکل مؤنثش رو داری به کار میبری. یعنی برای یک اسم مذکر عدد مذکر، برای یک اسم مؤنث عدد مؤنث داره به کار میره و معدودشون هم همواره مفرد و منصوبه. مفرد و منصوب بودن معدود که هیچ ربطی به جمله نداره، یعنی تو هر جمله میخواد استفاده بشه یا یعنی نه تو خارج از جمله هم داره استفاده میشه، فقط محدود به 11 12 نیست، از 11 شروع میشه میره تا 99. پس از 11 تا 99 معدودش اسم بعد مفرد و منصوب باشه. عدد 11 احد عشر برای مذکر، احدا عشرت برای مؤنث. عدد 12 اثنا عشر و اثنای عشر برای مذکر، اثنتا عشرت و اثنتای عشرت برای مؤنث. اینجا همینطوره، الف و یه برای جایگاهش توی جمله است، الف و یه برای جایگاهش تو جمله است. مثل همون دو دیگه، اثنان و اثنین، اثنتان و اثنتین دیگه، همون شکلی هستش. باید برای مذکر و مؤنث یکسان داره استفاده میشه. اون جمله احد عشر کوکبن که خیلی معروف بود و خدمتتون عرض شد که بارها هم سوال بود، مال اون آیه خواب یوسف هستش در واقع. این خیلی معروفه دیگه، الان کوکب مذکره پس احد عشر هم مذکر استفاده کردم نه مؤنث. خب و کوکب منم مفرد و منصوب اومده. همین اگر مثلا من بگم سیارت به جای کوکب، بگم سیارت یا مثلا هر چیز دیگه میخوام بگم، بگم سنت، بگم سال، مثلا برای 12 بخوام استفاده کنم، مثلا میشه اسنتا عشرتا، مثلا چه میدونم سنتا، یعنی 12 سال. درست شد؟ باز هم این الان مؤنثه و این مؤنثه در این حال که اینم مفرد و منصوب اومده. پس اینا در واقع به همون شکل هم دارن استفاده میشن. بریم سراغ 13 تا 19. 13 تا 19 مفصل یاد میگیریم، بعدا تو مثال ها راجع بقیه هم یه جورایی صحبت خواهیم کرد. بریم الان 13 تا 19. با 13 تا 19 که بهشون اعداد مرکب میگیم، اینا هم توی یه دسته دارن قرار میگیرن. خب میگه این اعداد دو بخش تشکیل میشن که نسبت به یکی از جهت جنس عکس هم عمل میکنن. چطور دو بخش دارن؟ یعنی در واقع یه دهگان دارن، یه یگان دارن، یکان دارن، یکان و دهگان. شما مثلا تو فارسی چی میگی؟ میگی 13، 4، 10، 15، انگار میگی 3، 10، 4، 10، 5، 10. درسته؟ تو عربی یه تقریبا مثل همین میمونه و بینش نیست، اینا به هم دیگه میچسبن، ولی عجل جنس عکس هم دیگه. یعنی اگر عشره استفاده میکنی این باید چی باشه؟ مؤنث باشه. اگر عشرته استفاده میکنی باید چی باشه؟ مذکر باشه. نگاه کنیم اینجا رو با هم بخونیم. میگه این اعداد دو بخش تشکیل میشن که نسبت به یکدیگر عجل جنس عکس هم عمل میکنن. به واسطه در این اعداد نمیتوان هیچگاه دو بخش یک عدد را پیدا کرد که هر دو مذکر یا هر دو مؤنث باشد. یکی مذکر یکی مؤنثه. اون عشره یا عشرت که بخش دومش هست در واقع از نظر جنس مثل همون چیه؟ مثل همون معدوده ما هستش دیگه. تنها بخش دوم این اعداد که این بخش دومشون میشه دهگان، در واقع بخش دوم این اعداده که از نظر جنس تابع معدوده، مسلما بخش اولش هم که میشه عکسش دیگه، نا
در واقع شکلشون فرق میکنه. از طرف معدودین اعداد هم همیشه به شکل مفرد و منصوب میاد که اینم گفتم، یعنی از 11 که ما شروع میکنیم معدود ما مفرد و منصوب هست تا 99. بریم نگاه کنیم. 13 ثلاثه عشر برای مذکر، یعنی من اینجا یه اسم مذکر استفاده کنم، مثلا چی بذارم؟ بگم مثلا چه میدونم کتابن، 13 تا کتاب. خب ثلاثه عشرته، حالا اینجا اسم مؤنث استفاده کنم، مثلا بگم چی؟ بگم تلمیزتن، میشه 13 تا دانش آموز دختر. خب 14 14 عشره برای مذکر، 14 عشرت برای مؤنث. 15 15 عشره برای مذکر یا 15 عشرته برای مؤنث. 16 16 عشره برای مذکر یا 16 عشرته برای مؤنث. 17 17 عشره برای مذکر یا 17 عشرته برای مؤنث. 18 18 عشره برای مذکر یا 18 عشرته برای مؤنث. و 19 19 عشره برای مذکر یا 19 عشرت برای مؤنث. مثلا اینجا میتونم بگم 19 عشره آمن، یاد باشه تو این حوار همین درس میگفت 19 عشره آمن، گفت چند سال؟ گفت 19 عشر آمن، گفت 16 سال، این میشه 19 سال. حالا همین آم رو سال رو سنت بخوام بگیرم اینجا میارم 19 عشره سنتن، جفتش هم میشه 19 سال. این هم از قواعدمون تا 19 اینو در واقع نگهش داشتیم، خواستیم خیلی مفصل نشه، در واقع پرکاربرد تریناشو یاد گرفتیم. یه خودآزمایی میخوام با هم حل بکنیم. خودآزمایی که حل میکنیم اگر عددهای خارج از این چیزایی که ما مفصل حرف زدیم داشته باشه، راجع به ویژگی‌هاش هم صحبت خواهیم کرد. بیایم اولیش که گفته ترجمه الفارسی، هم میگه ترجمه کن، یعنی این جمله‌ای که درش عدد وجود داره ترجمه کن. بیایم ثلاثین، درسته اینو من عقود هست و من درس ندادم، ولی اونجایی که توی عددهای ترتیبی بیستم رو داشتم به شما میگفتم اینم بهتون گفتم. سلاسین سلاسون میشه سی یا سیوم. اربعین اربعون، چهل یا چهلوم. اگر با ال باشه میشه چهلوم سیوم، اگر بدون ال باشه میشه سی و چهل، که عددهای عقود هستن. مسلمن همونطور که به شما گفتم من 11 تا 99 هم اینا باید مفرد و منصوب باشن لیلتن، پس معنیش میشه سی شب. بعدی رو نگاه میکنیم، سب این رجلن، اینم باز دوباره همینطوره. خب سب این و از سب این اگر میخواییم بگیم و میشه عدد ترتیبی، سب اه میشه هفت و سب اه میشه هفت، بنابراین سب این رجلن میشه 70 مرد. اگر که از سب این بودش میشد چی؟ میشد مرد 70 مثلا، وقت البته رجلن نبود و شکلش هم عوض میشد. در هر صورت شما یه عدد، یه معدود مفرد و منصوب دارین اینجا رجلن و یه عدد عقود دارین سب این، که البته میتونه در یه جای دیگه سب اون هم باشه، مثلا همون سلاسین که میتونه سلاسون هم باشه. بریم سراغ بعدی، سبعت و عبابن. خب اینو که راجبش حرف زده بودیم، سبعتون رو دیگه، درسته؟ عدد 3 تا 10، سبعت به معنای 7، معدودش در واقع جمع و مجرور باب بوده، شده ابواب و مجرورش هم کردیم و بعدش قرار گرفته. از نظر جنس هم عکسه، باب در مذکر سبعت چیه؟ مؤنثه. پس سبعت و عبابن میشه 7 در. 60 مسکینن، خب این کلن بیشتر داره راجبه عقود صحبت میکنه. 60 و 60 عدد عقود هستن، مثل 30 و 30، مثل 70 و 70، که بعدش هم میبینیم که یه اسمی اومده که مفرد و منصوب هست. مسکین میشه فقیر، میشه بیچاره. 60 میشه 60. ممکنه این حتی بستگی به جملهش داره دیگه، در یه جمله دیگه ممکن بود 60 استفاده بکنیم، میشه 60 فقیر. و شماره 5، ستت ایامه، بازم عدد 3 تا 10 رو استفاده کردیم. ستت میشه 6، عدد 3 تا 10. ایامه معدودی هستش که جمع و مجرور اومده، یوم جمع شده و مجرور شده ایامه، و از نظر تعداد، از نظر جنس هم عکسه، یوم مذکره و شما ستت آوردی که چی هستش؟ مؤنثه، میشه ستت ایامه و میشه 6 روز. و شماره 6 که راجبه مئت داره صحبت میکنه، مئت به معنای صده. خب یادمون باشه اگر صد
و حالا میتونه 200 باشه، مثلا اگر مثنا باشه، یا الف به معنای 1000 باشه، یا الفان الفین به معنای 2000 وقتی مثناش دارم میکنم، خب، و یا اینکه حتی مثلا میتونه عدد بگیره، مثلا بشه 300 400 یا هر کدوم از اینا. اگر اینا بینشون و نداشته باشه، یعنی مثلا من نگم 345 بگم مثلا 300 یا بگم 100 مثل همین، معدودش مفرد و مجرور میاد، حبتن. درست شد؟ حب به معنی چیه؟ دانه است. حبت به معنی دانه است. پس معت و حبتن میشه چی؟ میشه 100 دانه. خب اینم از خدمتون عرض شود که آخرین خودآزماییمون، که بعد از اون بعد وارد چی بشیم؟ وارد خدمتون عرض شود که تمارین بشیم. بخش دوم درس دوم عربی ده اینجا تموم میشه. عربی ده رو در واقع ما تمام نکات ترجمهش راجبش صحبت کردیم و گفتیم و بعدش هم و قواعدش رو کامل گفتیم و یه دونه خودآزمایی هم حل کردیم. تو بخش بعدی میخوایم تمام تمریناش رو حل بکنیم و مسلماً شما اگر درس یک رو دیده باشید و درسای بعدی رو هم ببینید که میفهمید که ما بیشتر از آنچه کتاب هم میخواهد تو اون تمرینات کار خواهیم کرد. پس خیلی زود برمیگردم با حل تمارین درس دوی عربی دهم. فعلا خدا نگهدارتون.